سرخط خبرها. افزایش عواید مصرفیت ولایت غزنی در سال 1397 خورشیدی. تأسف بار و مسخره خوانده شدن جنگ افغانستان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. افزایش رشد اقتصادی افغانستان نسبت به سال پار در سال جاری. و کنارگیری رسمی رئیس جمهور الجزایر از قدرت. سلام و شب شما بخیر. امروز چهارشنبه 14 ماه حمل سال 1398 خورشیدی است. به مشروح خبرهای این ساعت خوش آمدید. مصرفیت ولایت غزنی از افزایش جمع‌آوری عواید این اداره در سال 1397 خورشیدی خبر می‌دهد. میرویس میرزایی مصرفی غزنی در گفتگوی با غزنویان می‌گوید که در حدود 47 میلیون افغانی نسبت به آنچه در پلان مد نظر گرفته شده بود بیشتر جمع‌آوری شده است و سطح آگاهی مردم نسبت به پرداخت مالیات بیشتر گردیده است. در این مورد صدیق حقجو گزارش را تهیه کرده است. بر اساس پلان جمع‌آوری عواید در سال 1397 قرار بود 446 میلیون افغانی در این سال عواید جمع‌آوری گردد، اما این مبلغ از 446 میلیون به 493 میلیون افغانی بلند رفته که در حدود 47 میلیون افزایش را نسبت به سال 1396 نشان می‌دهد. با این چالش‌هایی که موجود بود ما تانستیم 493 میلیون تقریبا جمع‌آوری بکنیم که تفاوت نظر و پلان، یعنی ما 46 میلیون اضافه جمع‌آوری کردیم. میرویس میرزایی در پاسخ به افزایش 30% وزن مالیات در غزنی میگوید که این افزایش بر اساس سرمایه، چگونگی کاروبار و موقعیت دوکاکین سنجیده می شود و مقدار آن مشخص نیست. در بعض حالات مالیه که پایین بوده تا 30% بالا سنجیده شده، در بعض جا هم شاید 10% و 5% و همه تو شاید در جای ایجاب بکنه که مالیه خیلی پایین باشه ولی کار و فعالیتش خوبتر باشه، بالاتر از 30% باشه. یعنی در حقیقت 1% واحد نیست. ما نظر به مو وضعیتی که حاکم است و نظر به حجم مالیاتشان مالیه را بلند میبریم. در همین حال میزان عواید سال 1398 خورشیدی در پلان پیش بینی شده 493 میلیون افغانی پیش بینی شده است. دونالد ترامپ میگوید که جنگ افغانستان تأسف بار و مسخره است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در واشنگتن جنگ 19 سال افغانستان را تأسف بار و مسخره عنوان کرد. دونالد ترامپ در یک نشست خبری با خبرنگاران گفته است که متحدان ناتو پیشرفت های در جهت رفع هزینه های دفاعی خود داشته است. دونالد ترامپ گفت 19 سال جنگ تأسف‌بار و در برخی موارد مسخره بود، اما بسیاری چیزها حالا به صورت مثبت در افغانستان پیش می رود. قرار است وزیران کشورهای عضو ناتو فردا نشست را برای بحث در مورد وضعیت افغانستان برگزار کنند. از سوی دیگر مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان گروه طالبان هنوز جریان دارد و نتیجه آن هنوز هم نامعلوم است. زلمه خلیلزاد روز دوشنبه هفته جاری وارد کابل شد و با رهبران حکومت
حکومتی افغانستان و برخی سیاسیون این کشور در مورد روند صلح گفتگو کرد. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گفت که با آمریکا به توافق رسیده تا روی هر موضوعی که مردم افغانستان در روند صلح تشویش دارند به تفصیل صحبت کنند. رشد اقتصادی افغانستان نسبت به سال پیش افزایش می‌یابد. بانک توسعه آسیایی در تازه‌ترین گزارش اقتصادی سالانه خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی در افغانستان 2.5% خواهد بود که بالاتر از نرخ رشد سال گذشته است. در گزارش این سازمان که امروز منتشر شده آمده است که انتظار می‌رود در سال 2019 به دنبال وضعیت بهتر آب و هوا زراعت افغانستان رشد کند و قیمت مواد غذایی به دلایل بهبود زراعت پایین بماند. ذکرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد. بانک توسعه آسیایی همچنین پیش‌بینی کرده که در سال 2020 رشد اقتصادی افغانستان به 3% افزایش خواهد یافت. به گزارش کارشناسان این بانک، رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته میلادی به دلیل چالش‌های امنیتی، سیاسی، خوش‌سالی و چالش‌های اقتصادی کشورهای همسایه پایین بوده است. پیش از این بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی در سال 2018 را نیز 2.5% پیش بینی کرده بود. رشد اقتصادی افغانستان در سالهای 2016 و 2017 نیز به ترتیب 2.4% و 2.5% بوده که بانک توسعه آسیایی افغانستان را بسیار کم و اوضای نابسامانی سیاسی و وخامت اوضای امنیتی را بر آن اثر گذار خوانده بود. در گزارش تازه بانک توسعه آسیایی آمده که افغانستان برای داشتن رشد درازمدت اقتصادی بر توسعه زیربناها تمرکز کند، شیوه‌ای که مشکلات موجود در کاهش رشد اقتصادی این کشور را حل خواهد نمود. در این گزارش از مسائل امنیتی، عدم دسترسی کافی به منابع انرژی و حاصلدهی پایین زراعتی به عنوان مسائل مؤثر در رشد اقتصادی افغانستان یاد شده است. دکتر عبدالله میگوید که در روند صلح پیشنهادها و نگرانی‌های مردم در نظر گرفته خواهد شد. رئیس اجرایی حکومت میگوید که صلح با معنای معامله با حقوق مردم نیست و در مذاکرات صلح حقوق هیچ کس زیر پا نخواهد شد. دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامه گفته است که عبدالله امروز در دفتر کاریش با اعضای شورای همپذیری مردم افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. با نقل از خبرنامه ریاست اجرایی، آقای عبدالله در این دیدار گفته است که صلح به نفع و خیر همه مردم افغانستان است و حقوق همه شهروندان در آن در نظر گرفته می شود. رحمان رحیم، خواهران گرامی، آقای عبدالله گفته است که معامله با حقوق مردم به معنای صلح نخواهد بود و در روند صلح پیشنهادها و نگرانی های مردم در نظر گرفته خواهد شد. از سوی هم اعضای شورای همپذیری افغانستان نیز در دیدار با رئیس اجرایی گفتند که صلح و انتخابات خواست و آرزوی اساسی مردم این کشور است و ما از روند صلح حمایت می کنیم که در آن انتخابات حقوق زنان و دستاوردهای 18 ساله مردم حفاظت شود. این در حالی است که چند ماه به این سو گفتگوهای صلح با هر روز جدی‌تر می شود و حکومت نیز تلاش می کند طالبان را به میز مذاکره و گفتگوهای مستقیم با خود بکشاند. تا کنون طالبان 5 بار با آمریکایی و 1 بار با برخی از سران حزب جهادی دیدار و گفتگو کردند، اما این گروه هنوز حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. از توجهتان به داشته های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.